به نظر من این دیالوگی که ما داشتیم بسیار موفقیت آمیز بود. من مشترکات بسیار زیادی رو بین کاتولیکا و شیعه ها به نظرم هست و کارهای قبلی کاملا موفقیت آمیز بوده، از این جهت که ما الان خیلی راحت میتونیم به همدیگه اعتماد بکنیم و با همدیگه صحبت بکنیم. در خیلی از که های دنیا سازمان های ایجاد شده برای ارتباط برقرار شدن بین مسلمان ها و مسیحیت، برای خیلی جاهای دیگه هم باید این کار انجام بشه که هنوز انجام نشد. برای من خیلی این فضا اسپریچوال بود، خیلی این فضا معنوی بود و من احساس خیلی خوبی داشتم و دیروز وقتی داشتم دعا میکردم توی حرم، یعنی خیلی احساس عجیبی بهم دست داد، احساس آرامش داشتم و انگاری که میخواستم پرواز کنم. من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم در همین تماس ها از علاقه و توجهی که مردم ایران و مسلمانان نسبت به حضرت محمد دارن. قرآن گفته شده که چه جور انسان‌ها وحدانیت خدا رو پیگیری می‌کردن. ما هم در بایبل هم داریم. سه کشور در دنیا هستن که روی این مسئله توجه دارن، یکی واتیکان، یکی عربستان سعودی و یکی ایران. یه سوال منم از شما اینه که چرا عربستان سعودی در جهت خلاف مثلا اسلام داره عمل میکنه؟ من وقتی که میخواستم بیام اینجا، همونطور که به عبد هم گفته بودن، به من گفتن که آیا تو اونجا بری امنیت داری؟ و من گفتم که آره، من مطمئنم که اونجا امنیت خواهم داشت. اون افرادی رو که اونجا هستن من میشناسم و بهشون اعتماد دارم و من مطمئنم که اونجا امنیت خواهم داشت. و تماس بین ادیان رو، بین مسیحیت و مسلمانان رو گسترش بدیم. مردم اینجا خیلی مهمان نواز هستند، به من خوش آمد گفتند و احترامی که گذاشتن، همه اینا برای من خیلی جالب بود و از طرق مختلف من احساس کردم که هدیه معنوی دریافت کردم.